به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بیننده های نهایت عزیز. خوش آمدین به برنامه تفریح کمدی انتقادی زنبور عسل. خوشحال هستیم که دوباره مهمان خانه شما عزیزان هستیم. سلام مرام، پذیرا باشین بیننده های نازنین، در خدمت شما نازنین هستیم با تقدیم نمودن این برنامه. و ببخشید که کمک صدایم گرفته، معذرت می‌خوایم، کمی ریزش کردیم. خب گلت گرفته استاد رضا، شما چطور هستین؟ شفا باشه، مسلم خوب هستین دوستانو، سلام شه وقت بخیر. از موږ د واتساپ شمیرې ته خپل نیوکې وړاندیزونه راولېږئ او د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې شئ. عزیزای بیننده، شما را به انتظار نمیگذاریم. بخش اول برنامه آماده است همکارای عزیز، اگر موافق باشین با هم میبینیم. به نام خدا، سلام عرض ادب خدمت بیننده های عزیز و نازنین برنامه شعر و مهر. در خدمت شما هستیم و با یکی دیگر از شاعران بسیار نازنین در برنامه حضور داریم که البته بیشتر از اینکه ما شله شای مینا در برنامه بین، اینا از دیگه خودشون شلهی کردن که بگذاریم ما در برنامه بین. ما هم دیدیم که چون برنامه همگانی است، از خودشان است، دعوتشون رو پذیرفتیم دیگه، گفتیم بیاین حالا دلشون نشکنه. خوش آمدید بسیار جان. تشکر شما. بخیر باشید. میشه خودتون معرفی بکنید؟ ممنون از شما و تشکر از شما میکنم که خواهش ما را قبول کردین. بله. ما را به برنامه خودتون دعوت کردین. بله. و ما خوشحال هستیم که شما تنها ارگانی هستین که به حق ما رسیدگی کردین. خوش میکنم. به شکایت ما رسیدگی کردین. بله بله. در هیچ جایی به شکایت ما رسیدگی نمیشه. یعنی شما مشکل دارین شکایت؟ بله، ما نمانده صنف مرد ها هستم. ما علیه مرد ستیزی مبارزه میکنیم. مرد ستیزی. در حق مردها همیشه از طرف خانم ها ظلم شده. ما شنیده بودیم که در حق خانم ها ظلم میشه از طرف مردا، اما یکی از طرف زنا بر خانم ها ظلم شده تازه میشنیم. سالهای سال است که از طرف خانم ها بالای مردا ظلم میشه، بی‌انصافی میشه، بی‌توجهی میشه و هیچ کس صدای ما را نمیشنوه. اما از شما خواهش کردم و از شما ممنون هستیم که برای ما اجازه دید تا ما صدای مردها را به گوش جهانیان برسانیم. بمیرم برات که قدر دلکی تو درد داره. تنگوی ما ارسیش در خدمت هست. ارسیش در خدمت هست. در باری سبک شعریتان گپ نمیزنید؟ سبک شعری مرد ستیزی است. ما مبارزه میکنیم. یعنی با مرد ستیزی مبارزه میکنیم. با مرد ستیزی. مبارزه. ای تو خدا نخواست شما خود زنزلیل نیستین که از زنتان بترسین. هیچ. بله. بله. از آن روزی که اینترنت بنا شد، زن خانه از مرد خود جدا شد. نه چای آماده او، نه قاش وازی، دریغ از پختن یک لقمه نونی. سر صبحی که چت میکنه تا سحرگاه. سحرگاه یعنی شب میشه با تو سحرگاه. یعنی همون با تو سحرش 24 ساعت نامه دارم. سر صبحی که چت میکنه تا سحرگاه، موبایلش روشن است هرگاه و بگاه. خورخوندهش چت میکنه. گهی اینترنت و واتساپ و گه چت. پیامک میزنه این خط با آن خط. این خط با آن خط. این سیم کارت میکشه اون سیم کارت. این سیم کارت. غلط شد. خود غلط. خیالش نه اولادها قریب میمیره. از چی گوش نگی؟ بله دیگه. خوراکشان خوردن یا نخوردن. پوشاک داره. پوشیدن یا نپوشیدن. اولادها رو کی در بدل است؟ کلای بچگان از جان دختر میگن، دختر جان بچه. خیالش نه که مردش خسته و زار میآید خانه شبانگاهان از سر کار. سرش داخل موبایلش هر هر میخنده. سکت. پیامک میزنه خاک دسر سر به خود میخنده. من نمیفهمم، من میخنده یاد کسی دیگه میخنده خیلی خورخانده. شوگی می نمیگه می شوی است چی است؟ این شلغم است. به جای همدلی با مرد خانه موبایل ها روز شب همدمشان است. الهی این موبایل ها را تو بشکن. بیخون میده میده. الهی این موبایل ها رو تو بشکن، دل بیچاره مردا را نشکن. نشکن. قدیما مرد و زن همراه و همدل. همشانه. حالا همدم شده اینستا و گوگل. گوگل. گوگل گفتم بخاطر که قافی از هر بخدا. گوگل نه گوگل. قدیما مرد و زن همراه و همدل. دل. حالا همدم شده اینستا و گوگل. گوگل. الهی کیبل اینترنت جدا شد. جدا شد دیگه ان شاء الله. موبایل از دست زنها رها شد. رها شد بخیر. از آن روزی که این واتساپ بنا شد. بنا شد. زن خانه از مرد خود جدا شد. در دل بعد کجاست؟ اخی کدی موبایل آرسی کردن. درک نمیکنن. فقط دو زمانی تو درک میکنن که پیسه داشته باشی. بله. گفتم. به او گفتم. به او. بله.
خب. گفتم غم تو دارم؟ گفتا جان احمد بگو دوباره. بگو دوباره. خب. فقط اونا بگم دوست دارم دیگه. آمیده. بله. گفتم غم تو دارم، گفتا جان احمد بگو دوباره. گفتم که ماه من شو با شست داد اشاره. گفتم که ماه من شو با شست داد اشاره. شما هم فکر کنید تجربه دارید. گفتم ز مهرورزان رسم ادب بیاموز. بله. گفتا بشین ببینیم با بیبت قواره. چوش بشه خبر دکل برو میگه. بله جان. گفتم دوچار عشقم، گفتا به تخم مرغم. گفتم غذا نداریم، گفتا پیکنیک گاز ندارم. بارا میگیره تخمشو خوش. بله. بله. گفتم که زیر کرتی یک بندل پیسه دارم. به به. گفتا عزیزم عشقم ضرورت به اینترنت دارم. حالا شما قضاوت کنین فقط به خاطر اینترنت و تلفن که ما مردار اگر گپ بزنند دیگه غری دوست داریش داخل تلفن است دیگه. ما خسته زل دست کارم میایم پیسه هم پیدا میکنیم فقط خط خورخانش خنده میکنه نه نان از نه دیگه از دیگه اینی در دل ما بود خدا کنه اینو پخش کنین. نه پخش میکنیم نشه شما زیر فشار مرد زنهای مرد ستیز بیاین و ایرا نشر نکنین. نه انشالله که به زور از خدا به خیر برتون نشر میکنیم با شما میتونینم ببینید. بله. دلتون جام خیر اگه لاتم خوردیم مشکل نداره لاتا به جان میخریم نیکن نشر میکنیم. تشکر از همدردی شما. به خاطر از اینکه مرد استکی کنید. استکی بکنید. همراهی و زنای مرد ستیز. ما غم شما رو نخورم شما غم ما رو نخورین خیلی غم ما رو بخوره. این زن شاعرم بسیار زیاد چتیدان بود. هر چی شاعر بیچاره میگفت خانومش با نشانه 60 جوابش میداد. خیلی تکرار است. دوستانو موبایل او انټرنیټ هم خلکو ته ګڼ شمیر ستونزې راولړې کړې دي. دیگه خدا کنه که البته البته نظر من چی سم کوه روش استفاده از انټرنیټ مهم است. بله بله بله. اگر درست استفاده شوه سهولت های زیاد هم به زندگی میاره، ولی اگر ناسایی استفاده شوه مشکلات میاره و ای مرد و زن نداره، خرد و کلان نداره. بله. و حتی زیاد دیدیم مردای زیادی، آقایان زیادی که استفاده ناسایی از اینترنت میکنن در زندگیشان اختلال پیدا شده، مشکل پیدا شده همین اینترنت و تلفن در زندگیشان. بله بله واقعا. زندگی قدیم هم اگر اینترنت نبود یا مثلا موبایل نبود، اما بسیار امکانات ساده زندگی بسیار منفع و شیرین. اما فشار دیگه فعلا. بله بله استاد رضا، گپ از قدیم و از آدمای قدیم شد. بیم که یک آدم قدیمی را ببینیم و از سخنهای شیرینش ما و شما بهرمند شویم. چی نظر داریم؟ ما خو موافق هستم. ببینیم؟ ببینیم. خوب هستی پدر کلان جان؟ جانا که جور است؟ خیر خیرت؟ بخیر هستی؟ ببینیم جور است؟ خیر خیرتان من میگم کدام گپ هست؟ نه به خدا گپ باشه. شما چطوری تو معتبر آمدین؟ ما چون هم دفعه پیش یک کم اگر تو مهدهی کرده بودیم پیش شما ما آمدن به خاطر معذرت خواهی چطور رویتان میشه؟ شما بلانگا کافه ای کن فکریت میزیدین نمو دفعه نه؟ شما چند ساعت بود باز بیدار شدین در اتاق؟ یعنی از خنده میکنه؟ نه نه از اون وقت هنوز هم خندهش میکنه. آه ایدان از این جیکی خاطر یمون باشه؟ این من به دنیا آمده خنده کده به دنیا آمده یا دانش هم تو جیغ هستی؟ جیغ هست جیغ هست کج آمده دن وقت به دنیا برفا که شکار میرفتی؟ خب یک قصه که نکنی هیچ نمیشه دیگر. اینا در شب قصه شما آمده پدر کلان جان. چی گفته آمده؟ از خاطر قصه آمده؟ پدر کلان خاطر قصه آمده. آسایده چی کرده پدر کلان؟ آفای من چی رو چی شده؟ آفای من پیر شده دیگر. آدم هم پیر شد تغییرات من پیر کشه آمود تو میشه آمود در نموتی ده خیلی سرخ بسته کدی تو چی شده دیگر؟ کد شده اما نماتگه گمسایی ما حفیظ میگه خواه معافیز شوخ که از بسار چیز خود در دیری موتر خود نه برای که خدا تیگه ماهی نکرم خواه خیر باشه بارم سرچپه میپوشه خواه پدر کلان مجبور بچه ها پیسه انداز کنیم نگاس هایی نو در بابا میخریم قصه که از مسابقه ها خواه پدر کلان نه کوره بان گمش که بالا در پسش چای پرد مبخشیتان چای پرد پدر کلان بچه ما برد چای میگم شما ما برد میرم اصا خودت راست باشی پشت از اون اگر کت شده ما حق دارم بله 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 بگی دیگه قصه کنه چی رو بگیرم؟
قصه 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 اینا خاطر قصه هر چی گفتم نه نمیرم پدر کلانم به تو با سوا سر چی در ورزش بینی دارم میگه نمیرم قصه میکنه شب جمعه است شب جمعه آ دیگه این شوای زمستون خود دراز است نه درو دراز است چه دراز 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 یک روز یادت میبره مونو قول داده بود نه گمش کن نه خود خود میامردم پدر کلان بودن بیبی یک ذره سختی میکنه بچون روی کنه نداد ده اون تاکه این بیبیت کرد اون نداد میوه خشک نداد نداد من گفتم میمون دارم بیبی مگه نه دست دلواز بود گوشنه نبود چرا نداد بیبی ده همی بچه رو این کدم نداد البته بیبی ده گفتم کامه که دفعه پیش کمی تو یک کمه کنه سمیان شاکلیت بود بیبی سخت شده نه مگر این پیسه نخو ما میتون سختی رو بیبیت میخوا خیره خودم بگم زور تو بگم دیگم خیر مشکل دارم خیر باشه من خودم برم میرم برم پدر کنم نقصه بیبی نشو با اون کل میوار بیبی بخورم لبت نسوزه ایتاد چرا چی خوب یک چی دفعه دست دیگه بگه کشک چای بگه پدر کلان چی رو بگیرم؟ قصه کو قصه قصه رو شروع کنم الان دارون طفولیت پیشتر گفتیم نه؟ دفلیت آه خدا آمد دمه؟ اوه بشک بلا یه خدا آمد؟ خطی ببین بوده یه خدا آمد گفت که عزیزم اگر تو دنس بخونی سنف دوازه شوی خوب کامیاب شوی بله شاگرد ممتاز شوی من رای دواج میکنم من تو رو میگیرم داماتی میکنم آه آرزی داماتی من داماتی میکنم آرزی میکنم خب من سر شوق شدم تا سنف دوازه رو خوندم کامیاب شدم اول نمره اول نمره پدر که بس پدر کرام گفتم کارزی کنم بود گفتی خدا آمد که تو پانتون برو خب دانشگاه در پانتونه که خلاص کردی دانشگاه پانتون باز فارغ شدی باز ما تو آرزی میکنیم داماتی میکنیم گم تا کجا بود؟ دم دانشگاه پانتون نه بود تو دیگه کامیاب شدی نه آرزی کامیاب شدم گم دی بود که اون دختر دختر نبوده وی چی بوده خیلی؟ زن بوده؟ زن بوده؟ نه خیلی چی بوده؟ مرد بوده جالبی گم در کجا؟ مرد بوده چی تو فهمیدی که مرد بوده؟ جالبی گم در کجا؟ جالبی گم در کجا؟ جالبی جمعی هست که امو کسی که خدا سوالا من انگر داده بود که من این قدر سن شما درست خونده بودم او پدرم بوده در این تخنیک سر شما درس خونده آدم های سابق سکو؟ سکو چقدر کلش کار بوده بسیار کلش کار میکردم چالاک گفتی؟ آه پدر این بزنی چالاک بود آه حال بخشی تان میگم چی دخم چالاک؟ پدر این بقیه چالاک بود یک روز یک روز تو بکایی میمان آمد خب یک دم به خبر خانه ما خب با مادر این گفت آه گه نه خانه بوره نمانده بوره خب اون زمان شکر ندارم شکر ندارم خوراک ما تالرم چای صبح ببین نان چای شکر هست دیگه سبانه این لیز دیگه روغن سرد بود وقتی؟ او خدا او در قشلاق خواه خانه شما شکر هم با زمیالی گفت چطور کنیم؟ پادر من خدین بود گفت خودم یک چاره میگم طرف ما همین تو یک شمک کرد خب چشمک کرد طرف شمک کرد این تک شمک کرد این تک شمک کرد خب چشمک کرد گفت گب نزن گب نزن گلاس رو چای انداخت نفر نوز بردیم توضیح کرد به میمان ها خب هفت نفر بود هفت نفر گفت میمان های عزیز در یک کسی گلاس ها بوره ننداختیم آفری در هر کسی که سر خورد جمعه دیگه خانه از اون میمانی سر چپن چی تحقیق بگم بقرانه آلی ازو کنه خوبتر میفو میشه چی شد با؟ همه کلیش از چای تعریف میگه چی چای شکری هست؟ یک داشت چی میگفت؟ میگم که از من اولا بخی زیاف انداخت اینجوری میفهمید اگر این وقتا کار خرابی هم نبود مردم ما سادگی بود وقتی داشتن نبود دیگه او وقت شکر نبود او وقت سوپر مارکت نبود دیگه ما میرفتیم مطمئنه این میاردیم خندای خشی بود خند بود پسر کم تو دیگه من رو میگم کم کن شما درازد یک نصیحت هم میکنم بخشیتان بفرم بکن نصیحت هم کن یک نصیحت میکنم اگر یک روز به خانه یک تجربه پیدا کنید بله بله خوب یک روز اگر نمی خانه من رفتین کمین زنیتان دست به کمر نمریتان ایسا شد بله بله از شما چیز پرسان کرد
چی میکنیم شما؟ چی بفهمیم؟ ما میگیم که چی کار داری؟ بگو گفت نه، ذریتون خلاص نشد ذریتون نواز کنم، کارتن این چاکلی داری؟ هنده به خانه رفتیم، ذریتون دیست کمر ایسان شد آن شما چیز پرسان کرد؟ یعنی که خودش وقت جوا مثال هم میفهمم هیچ کنون دروغ نگوییم کارم خراب میشه اگلی کنون خراب تراب میشه او زنی که دیست به کمری ساچود پرسان کرد یعنی که خودش وقت میفهمم جوا میشه تجربه داره پدر کنم راجان شدیم خصوصا در شب جمعه باز یک چیز دیگه هم نصیحت میکنم چیست او پدر کنم نصیحت دیگه یه که امی هر وقت که زنی کنون شما رو صدا کرد برو کنی خودت بده کنم که جیبیت مرد تندارو کنم کسه کو کسه کو خواگو دوستانو ومی لیدل چه سمره پزرپوری او جالب خبری کولی واقعا کو خیلی خوب نصیحتو کرد آدم قدیم و با تجربه دیگه یک موضوع ما یادآور میشم بله نصیحت خوب است اما مهمتر از نصیحت نصیحت گوش دادن است و گوش گرفتن است به نظر من خیلی دوستا هست خیلی بزرگوارایی هستن که از تجربیاتشان از یک عمر تجربه برای ما و شما صحبت میکنن نصیحت میکنن مهم است که ما همون نصیحت ها را به گوش خود بگیریم تو اینجا خود بله فهم بله نصیحت و اگر و اینجا البته ما میخواستیم یک نصیحت براتون داشته باشیم خب چی نصیحتی امید است که واسه شما نصیحت به گوش کدام نصیحت خب نه شرطش این است که شما نصیحت به گوش بگیرید. میگیرید به گوش. هر گپی خوب باید آدم گوش کنه. بله. اگر قبول میکنین من نصیحت میکنم که یک وقفه ببینیم. خب. باز خوش آمدین عزیزای بیننده در بخش دوم برنامه در خدمت شما هستیم و در بخش دوم برنامه همکار ما صادق صاحب از پیام‌های شما عزیزا میگن. راستش بیشتر پیام‌هایی که منتشر شد یا به حساب ببخشید بیشتر پیام‌هایی که برای ما در شماره واتساپ برنامه رسید خواه. مربوط میشه به مخبر خوشی که هفته گذشته نشر شد کم خبر استاد کم خبر خبر مبنی بر اینکه چندین هزار نفر به خارج به عنوان کارگر روان میکنن خب خب خود خوشحالی خبر که البته پیام ها کم کم آبی پرزگکا بود خواه. اما بازم اگه بخوایم بگوییم بازم خبر خوش است بله واقعا خبر خوشی بود عزیزای بیننده قسمی که همگی ما شما دیدیم و شنیدیم بیشتر از 50,000 نفر به عنوان کارگر به دیگر کشورها فرستاده میشه و این خبر خوش کجاست یعنی میفهمید خوشی گپ در کجاست 50,000 نفر سرپرست و نماینده 50,000 خانواده است یعنی که انشاءالله اگر اینا صاحب کار شوند صاحب ما شوند بیشتر از 50,000 خانواده مشکلات اقتصادیشان رفع میشه و این به عنوان یک هموطن برای ما یک خبر بسیار خوش است برای همگی خوش است اما چی؟ اما بهتر است که ما میره به تصویر به تا نشان بتم خب بهتر است با هم ببینیم ببینیم و یک گبی دیگرم دارم هرچند که شما آمدین ما خبرتون والا که بودم ولی کوشش کردیم یک فرصت شغلی بسیار خوب برای چند هزار نفر ما شرکت ما اصلا وظیفه چی است ما به خاطر شما دیگه رفتیم زنده باشید با ارگانی که صحبت کردیم با شرکتی که صحبت کردیم چند هزار فرصت شغلی پیدا کردیم مطمئنا شما دیگه بیکار نمیشین شما صاحب کار میشین صاحب ثروت میشین اولادهایتان ان شاء الله خوشبخت میشن در خدمتتون هستیم خاطر از مو دیگه بله اولادهایتان و کاری را که برای شما پیشنهاد دارم من میفهمم شما جوانای بسیار خوب هستین نام خدا کورتیا را سیک اسکات سیک کنین نام خدا پیشانی را سیک کنین شما بچهای بسیار با استعداد هستین یک فرصت شغلی زیاد برای چند هزار نفر شما کامدین شما از خود هستین اول شما را خواستیم پیشانی را چی میکنین کش سیک کنین کش سیک کنین مونتا شرکت مطابق قانون کار بین المللی و مطابق شرایط شرکت خودش استخدام میکنه شما خوب مشکل ندارید دیگه شرط میشه برای موازی بسازید مطابق قانون کار با قانون کار خود شما مخالف نیستین دیگه قانونی است کار باشه البته شرکت شرایط خصوصی خود داره که من بهتون میخونم اگر موافق هستین موافق در وهله اول خارج میرین شما را خارج رو میخونم و در خارج جایی که کار میکنین شرط اولیش است که شما با سواد داشته باشید سواد داره با سواد باشین ما دکترا گرفتم این دکترا او هم ماستر است ما تازه این از مونوگراف خود دفاع کردم دفاع کردم از دکترا سعی میکنید خب این از خود نه نه ما دکترا دارم این یه مونوگراف دفاع هم داری خب خب مونتا شرط دوم چی است شرط دوم چی است شرط دوم ایشی است که باید شما
عربی و ترکی رو باید بفهمید. ما انگلیسی یاد داریم. نه ببینید، جایی که من شما رو روان میکنم به خاطر کار، انگلیسی زیاد مهم نیست، به درد میخوره، ولی مهمتر از همه ایست که شما باید حاکم باشین روی زبان ترکی و عربی. خیلی میشم صاحب کارمو بزنه انگلیسی. انگلیسی رقمانی بزنه. ببینید ببینید انگلیسی ببینید در هر کشوری که باشه، هر زبانی که باشه، وقتی شما در میدان هوایی میرین خود طبعا انگلیسی صحبت میکنن و کسایی که بعد اگر در وزارت خارجه میرید انگلیسی، ولی صاحب کار با شما مشکل نداره. انگلیسی میفهمه. با شما با صاحب کار مشکل نداره. مشکل در کجاست؟ مشکل به این است که همکارای شما و شما همراه کسایی که میخواین کار بکنین، اونا مشکل دارن. اونا انگلیسی نمیفهمن. اونا را باید یا عربی که بزنین یا ترکی. چرا؟ او به سواد هست. ما باش فارسی رو دادم یک هفته یاد میتیم. راست میگه. فارسی باشون یاد میتیم. ببینید ببینید. از من گوش کنین. اونجا شما که میرین کار میکنین، اونجا باید عربی یا ترکی رو یاد بگیرین. دغری نمیشه. شما دی سروی قبول نمیشه. سند گمش کن مشکل نداره. سند میگم من گمش کن. اجازه بده. اجازه بده. اونجا رقم گلنک نزنی، خودت نپندانی، خودت قبول نکنی. اونجا فقط عربی و ترکی باید. او باشا، امی مهم با ما میست که کار پیدا کنیم، یک لقمه نان به اولاد خود بیاریم. هر قدر سخت باشه، امی کالاشی باشه. خالیشی باشه. چقدر مردم خارج میره ظرفشویی میکنه؟ ظرفشویی از که کالاشی ظرفشویی باشه ما میگیم. از اون که دخو سخت نیست دیگه. حالا برای شما کار مهم است که پیسه پیدا کنید یا نویت کار مهم است که چیکار کنید؟ نه کار. چه جو پوجار است دیگه؟ پیسه کار است دیگه. مشکل نداره. ظرفشویی مشکل نداره. مقصد ما اولاد کای مده بزنسان سیر باشه. اونا در بدر هستن. خب اگر ببین قسمت پیدا نمیکنید. اصلا تو اینستا هست ولی باید انگلیسی رو بلد هستین. باید ترکی و عربی رو باید بلد بشین شما. دقیقا او نمیشه من مدرد شما رو میخوام. حالی او همکارای ما انگلیسی رو نمیفهمن. اما انسان انگلیسی نمیفهمن؟ برای شما نات بتیم؟ این چی رقم آدم هست که اونا انگلیسی رو نمیفهمن؟ چیز هست؟ خوب موضوع شما دو نفر یادآور شدین. موضوع است که اونا آدم نیست، انسان هست. اونا گلفند هست، گلفند. شما را ما روان میکنیم در کشورهای عربی، در کشورهای ترکمن به عنوان چوپان. گوسفندای اونجا خو گوسفندای وطنی نیست به سواد باشه. گوسفندای اونجا به سواد کو نیست. گوسفندای اونجا خارجی است. گوسفندای او یا عرب صحبت میکنن یا ترکی. اینجا مشکل است. شما یاد ندارین. گوسفند است دیگه خارجی وطنی. مشکل اینجا است که او گوسفندا گوسفند وطنی خو نیست که به سواد باشه. گوسفند خارجی است. یا عربی صحبت میکنه یا ترکی. و شما جایی که چوپان میرین اونجا مثلا شما بفهمین. شما وقتی سرشته ندارین مثلا یک گوسفند ترکی را چه رقم صدا میکنین؟ صدا نمیفهمین نه؟ او را باید بگی گلدم یا عربی احلان وحسحلان روح یا گوسفن یا حبیبی عربی اشاره نمیفهمن نه ده اشاره نمیفهمن. ببینید شما وقت ما را ضایع نکنین. شما نمیفهمین. شما اصلا تجربه کاری در چوپانی نداری نه؟ چوپانی کار اصلا ببینید عرض برای گوش کن عرض برای گوش کن یک وقت دیگه من میخواستم براتون بگم یک دوست ما است اینقدر زیاد گپ میزنه خب عرض برای گوش کنین چوپانی کار آسان نیست. میگن خرکاری دنیای از علم است. از چه خاطر؟ خرکاری وقتی که مثلا خلا چه رقم جواب بیتی، چه رقم آو بیتی، چه وقت آو بیتی، دل درد نشوه، چی بخوره، چی نخوره، یوش بگی، چه رقم سوار شوی نی؟ خرکاری ولی چوپانی من میگم اقیانوسی از علم است. بخاطر که خرکاری یک گوشی از اون میشه. شما جدایی که همراه گوسفند کار میکنید، همراه خرم کار میکنید، یک سگ هم دارید. یعنی از سگ چه رقم باید بزنید؟ هم شاید عربی بفهمه یا ترکی بفهمه و خرم باید چه رقم خرکاری دنیای علم است و چوپانی اقیانوسی از علم است. شما مثلا من تجربه ندارید. مثلا چوپان میگه که گوسفندا رو میبینه میگه یعنی چی؟ نمیفهمی؟ اگر یک چوپان میگه پشت هی چای هی یعنی چی؟ چی رو میگه؟ نه ای بوزا میگه نه؟ در گوسفند چای میگه در گوسفند میگه پشته در بوز که میگه پشته چای که گفت بفهم بوز داره خیلی نمیفهم تجربه نداره نه؟ اجازه بتین خواهش ما از شما چی هست؟ شما آدم های باسواد هستین اجازه بتین ما همی
امی فرصت ها را در کادر با تجربه بتیم، دا آدم های مسلکی بتیم، چند چوبان زدنم روان کنیم، اونجا نام کشور ما باید بختدار بلند شده که چوبان زدنم داریم. شما یک انگلیسی میفهمین و دکترها دارین، لیسانس دارین، بدرد نمیخورم. خواهش میکنم که روابط بر ضوابط اینجا حاکم نیست، ضوابط مهم است. خواهش میکنم رخصت استین برین که چند آدم با سواد با تجربه اینجا ما روان کنیم. بخوان بخوان بله. آخر برو اونجا چوبان شو. بله ناغ اونجا بدل قرچک بده. های برین های برین برین پشته مال گوزفن جور کرده برین چای اینجا رو خوب آقای موسوی بله عزیزای بیننده و اما براسی اگر امی وطندارای ما امی عزیزای ما اگر میرن به خارج برای کار کردن اگر زبان نفهمم یعنی برایشان کدام مشکل پیش نمیاد یعنی باید تمامشان ماستر باشن حالا این خو یک طنز بود همکارای عزیز بیننده ما کلشان سرخلاص هستند ولی واقعتش اگر یک هموطن ما برای کار خارج میره و سواد هم نداشته باشه آیا برشان مشکل پیش نمیاد؟ یعنی باید ماستر باشی و در کنار ماستریت همزمان چندین زبان خارجی هم بدانی تا به این بورسیه قبول شوی؟ به نظر من آقای موسوی و استاد رضا این تکار است که خود کار پیدا کردن بسیار مشکل است در این زمانه که کار از جا شده هر کسی که پرسان میکنی مین حالا و علم کار نیست خود درست است که اینجا کار نیست اما اگر بخوای برای کار کردن به خارج بری با این شرایط سرسخت خب بازم مشکل است. بله بله اگر غیر قانونی خارج بری خو ازی کدم بدتر ازی کدم مشکلات ازی کدم بدتر میشه ولی حتی جان همتونم به خطر میشه خطر گفتم به مراتب مشکلاتش بیشتر است ای که اگر سواد نداری یا اگر میخوای که خارج از کشور قانونی سر کار بری مشکلات خود داره اما غیر قانونی رفتن بله 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 مشکلات بیشتری داره که ما و شما دیده رایسیم اجازه تان اگر باشه کلیپ هم میبینیم دوباره سر این موضوع صحبت میکنیم کلیپ هم میبینیم دوباره پس میبینیم خدمت دوستا اچه اوه ایدر افغان پتر هی بہت بہت ایک دو تین تا پانچ تا تا یس 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 سر سر افغان ایدر ادر چلو افغان ہے کیا حال ہے چلو نکو نکو برادر پاکستانی می کارا را نکو من نهی برادر پاکستانی مقتدر هی پاکستانی بیادر نیسی تو بیادر ما نیسی خیلی امشیره ماسی نکو می کارا ما افغان ما پاکستانی هی نکو همی کارا را نکو همی روزا تیر میشه روز بعد میره زمستان تیر میشه با روی سوگی در زغال میمانه بشی بود نکو زور داره مثلا ای افغان ما دنبتان زیر پای ما میایه هی افغان تو از کجا پریدن هی؟ تو از کجا پشتیبان هی؟ شما یک ملت بی پشتیبان هی؟ شما به چیز خود می نازین هی؟ نهی؟ میرا پاکستانی هی؟ قدرتمند هی؟ ای افغان پتان ای با ما ای طرف ای تو ای تو اله امی از امی خدر ظلمی که می کنی نه؟ از امی خدر ظلمی که سر مهاجرین افغان می کنی چی فایده داره؟ چی فایده می بینی؟ امی فایدهش در کجاست؟ خودت سه سو طرفی من امی تو سعی کرده ہے آخر پرسنگ چی فایده؟ فایده معلوم ہے فایده معلوم ہے که شما یک مردم هستین که ما ای تو یک تخم نفاق در بین شما کش کرده ہے 50 سال دیگر شما پسمان ہے شما فقط در غم جنگ سم قوم زبان ہے و ما مردم ہے جلخوزه شما بنام خود سودا ہے قالین به نام خود صادر هست میوه خوش میوه تر به نام خود سودا هست آل زغال سنگ هم قرار داد هست در دیگه کشور ما سودا هست شما خب بیدان زبان شما جنگ باید خود سودا سودا دیگه ها او بعد تو خوبی دا هست و ما ترقی نهی کی ترقی؟ کی پیشرفت؟ ما کشور مقتدر پیشرفت از خیرات شما ما صاحب بام اتم هست شما در بدن خواب بسر ما رازی چی طول یوشو لاسون یوکو پختون تاجیک هزاره ازبک طول سر یوشو ای 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 افغان هی بگی تانه بگیریم که ای هنوز خوبه دستای شما رو بسته کردیم اگر این رسمان در گردن شما بسته کرده هی و شما بازخواستگر نهی شما کسی ندارین شما اندر خمه یک کوچه هی
شما هنوز داری واجه پانتون و دانشگاه جنگ هه با ما کشور خدا با ما داده هه با کشور خوشبخت خداوند یک همسایه مثل شما با ما داره مردن جای اگر ما مردن نهی شما مردن جای هه شما جنگ یک دیگر زدن کرتا هه شما به نام قوم به نام زبان به نام سمت ما مردن جان سودا کرتا هه کشوری مقتدر بامی اتم مقتدر پاکستان هه افغان کلان هه ایدار پش هه بین نکو شلو نکو پشیمان میشی از کاره دستان یکی کنه هی hey. امون نفر تو کار داره کماندان کار داره کار داره تو کار داره کماندان کیا ها کار هه افغان دستان یکی کنه هی یک بیان میگه میشی کی کار هه ایدار هی افغان کار داره کیا کار هه بیام تو کار داره میخوایی دیگه گوشید میگم هی افغان فدر هی هلو بیایی من در گوشتون یک چیزی میگو یک در گوشتون یک چیزی میگو باشلو در گوشتون یک چیزی میگو پیشلو یک بوچه دیدین عزیزایی بیننده نظر شما چی بودم کنم؟ البته به نظر من موسوی صاحب و دکتر صاحب این کار همسایام که با ما و مردم غریب ما که با بیچارگی و بدبختی دست پنجه نرم میکنن اصلا قابل قبول نیست. خب یک گپ هسته، امکان داره که بی اسناد رفته باشه، پاسپورت و ویزا این چیزایشون مشکل خب داشته باشه. خب بر فرض مثال که اینا بیخی بی اسناد رفته باشن، بیخی بی پاسپورت و ویزا رفته باشن، از روی خوشخی رفته باشن، خب باز این کار انسان دوستانه نیست. ببینید یک موضوع را بازم میخواستم یادآوری بکنم که مردم به شوق نرفتن، به اجبار رفتن. متاسفانه 40-45 سال در کشور ما جنگ بوده، مردم مجبور شدن، از شرایط سخت مهاجر شدن و به رضایت نرفتن، به تبخشی نرفتن، اگه تبخشی برن حتما میرفتن دیگران کشورهای امریکایی و اروپایی میرفتن. شرایط بالایشان سخت آمد، مهاجر شدن. حالا تازه یک سال میشه، شکر خدا که امنیت آمده، مردم مشکلی امنیت ندارن، اما متاسفانه فقر و بیکاری هنوز دامنگیره. بله بله. هموطنان ما هست. ولی امی همسایه خوب یعنی چی؟ همسایه روز بعد یعنی چی؟ دمید تو روزها که همسایه به درد مردم ما هموطن ما نخورن. مردم ما خوب شرایط سریشون آمده ناخواسته. حال شکر خدا که امنیت هم آمده، ولی متاسفانه فقر است. همسایه باید همین تو یک روز به درد شما بخورم. مردم ما باز خوش آمدین عزیزا به بخش سوم برنامه. در خدمت شما نازنینا هستیم. در این بخش شماره تماس برنامه را عزیزای بیننده باید داشته باشین. منتظر نظریات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان هستیم. او که دوستانو لکه څنګه چې تاسو خبری است په خونځای کې په ځینی خونځای کې په هیواد کې د آزمایونو یا امتحاناتو وخت را رسیدل دی، ولی نمیګه په شور خوده، نمیګه په ورق و عکس و دوسیه و نمیګه په شور خورده وقت امتحانات دیگه. خب معمولا همه ساله یک کار معمول بوده که در وقت امتحانات چهارنیما و یا در امتحانات آخر سال ورق و عکس و دوسیه و همین چیزا خود ضرورت شده. اما مسئله مهمی است که برای هر نفر، برای هر شخص، برای هر متعلم اینقدر پول زیاد و گزاف به خاطر مصرف امتحانات. چرا اینقدر پول؟ خب ما میسنجیم دو تا چهار تا رو میکنیم، یک عکس چند میشه، دو عکس چند میشه، چهار تا ورق چند میشه، اگر او را معرف نداشته باشه یا مکاتب نداشته باشه دوسته چند میشه. البته به نظر من معلومات شاید بیشتر پیش استاد رضا صادقی باشه. بله شما دیگه بابت میشه که گروشنی ببینید موسوی صاحب، دکتر صاحب، در هر موقعی از زمان یا به طور مثال در هر مقطعی از تحصیل که هست برای شاگرد، چی در دانشگاه چی در مکتب، حتما به خاطر تعلیمش چیزهایی پیدا میشه که یا چیزهایی ضرورت میشه که ریاست محترم معرف اونا رو ترتیب میکنه و تهیه میکنه. اما بعضی وقتا نظر به شرایطی که مثلا ما فعلا قرار داریم و کشور ما از نظر شرایط اقتصادی کمی واقعا ضعیف هست، مجبور میشیم که از اولیای شاگردان یا از خود شاگردان پول بخوایم به خاطر جمع‌آوری یا خرید ورق. درست است یا گرفتن عکسشون. گپتون مثال متین ما قبول داریم، فرمایش شما بجاست، اما سوال اینجاست که
چرا قدر پول گزاف یعنی به خاطر دو تا عکس یا چهار تا کاغذ که ما قبول داریم معرف بودجه کافی نداره اولیا باید همکاری بکنن اما به خاطر دو تا عکس و چهار تا ورق یا دوسیه اینقدر پیسی گزاف یعنی خب شما جواب میخواین مصیبش طبعا جواب میخواین با بیننده جواب خانه کننده میخواین بیننده 100 درصد جواب خانه کننده میخواین این کلیپ ببینین جواب کلتان داده میشه ببین عکاس عزیز به خاطر اینکه دماره عکس کار شده مجبور هستیم که از تمام شاگردای مکتب عکس بگیریم فهمیدی هر شاگرد دو تاشو عکس خور است دوختکس و ما خاطر ما چون عکاس بسیار پروفشنال هستیم آدم خوب هستیم ما شما رو خواستیم که با ما همکاری بکنین و عکس بگیریم این دارم داری قیمتش گپ میزنیم چند میجور میکنیم والا مدیر صاحب محترم دیگه خاص به خاطر گلروی شما که تعداد تون زیاد است 20 روپیه نه دیگه قربان شم سیکو اولاد این منطقه کسان بسیار غریب نشین هستن پدرشون بدل غلطک دوان کراچیوان بهتر وضعشان خراب است خب یک کاری بکو ما کار معرف است تو یک شخصیت معرف دوست ما یک مدیر مکتب آدم غریبی بیچاره کامران سگ مدیر سگ ما خب میفهم کامران چند هزار دلار خبرداری از قربان شام هر کسی خوب بیان نمیگم نه یک همین پولاست یک قیمت دیگه هم بگو یک قیمت دیگه هم بگو 15 گومیش کو نه سگ باز خ کار خراب کردی نه نه مدیر سگ یک گپ میگم کار میشه کی سگ مقصد کار خوب میکنم براتون یک گپ دیگه هم برات میگم خب بگو عکس بگی دو از دونیم از شاگرد است خب دو خطه بگیرین 5000 میشه 5000 داره پگی بگی داره پگی بگی از ما تو کار خلاص کار معرف است همکاری بکو سیستم معرف خودت میفهمی چقدر مردم غریب هستن معلم های بیچاره نه نه دیگه پیسه نخت است پیسه نخت است عین شش مو طول از شاگردا پیسه میگیرم بر دفعه دن میارم خب داره پ خب برو کارت شروع کن بخیر بود من میگم سر صبح که کامل پروفشنال بیا که استاد بگویم آماده باشم برو دیگه بخیر تو دست نخت است برو بخیر باش عکس تو رو میگیرم برو استاد قاسم بله بینجا سلام علیکم. السلام علیکم. خوب هستی جانک جور؟ ها زنده باشی. ساعت درسیت خونه بود. ساعت بیکاری بود دیگه. بیکار بود. خب بسیار خوب. درس نداشت. پیشتر دیده باشی اگه نفر که کامرا برآمد نه؟ دیدم بله. اون کامرامن است عکس میگیره عکاس است. خب. به مو خاطر معرف ورما گفته گزار شوگر دو دقیقه عکس باید برای ما بیاری نه؟ خب. ما به بسیار جنجال. بسیار جنجال چون وظیفه ایمانی و وجدانی ماست که از شاگردا چون دیگه وقتی از زمانی اونا غریب هستن ندارن. ندارن مسلمانان. وظیفه ماست که اونا رو مراد بکنیم. بازم راه صحبت کردم. تمام برای شاگردکات صحبت کو خب. بودستون برشون بگو چون نگران صنفت هستی تو هم بگو من تمام استادا رو بیام میگم. از هر شاگرد 30 روپیه بسیار جنجال کردم لیکن بسیار جنجال کردم خب از هر شاگرد 30 روپیه گپ بزن بعد از اون باز ان شاء الله باز ما شما گپ میزنیم جور میخوام بخاطر اینکه وظیفه ایمانی میشه ندارن غریبا شرایط بسیار سخت اومده نه برام شما صحبت کو بود بر موال بده آجا من میرم 5 سر بیاره 30 روپیه 30 روپیه صحیح خیر ببینید بشینن شاگردای نازنین میفهمن مرا نو پیشتر مدیر صاحب خواسته بود به خاطری که در معارف ازش دو دو قطعه عکس خواسته و مدیر صاحب یک همکاری کرده شما کده گفته خودش رفته کامرامین گپ زده کامرامین سبا میایه و از هر کدام شما دو قطعه عکس میگیره در بدلش 50 روپیه میگیره شما سبا 50 روپیه هر کدامتون میاره فهمیده شد گپ بله السلام علیکم وعلیکم بچی ما مدی بله زنده بشی چی کدار هستی مادر جان؟ هیچ بچیم چی تو بود درس هایت بچیم؟ حالا خوب است مادر جان میگذرم اگم یک گپ هست دیگه چی گپ هست بیه بچیم؟ این خاطر امتحان هم مدیر مکتب گفته ساعت ساعت رو بیارن اخاطر اکس هایت بلا خب برو بچیم مده پدرت میگم برو تو درس تنویشته کن خب میتین با صف آه من بس 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 مادر جان بس 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 مردکا بله بی بیا تو که اینجا بچه باز پیسه کار داره نه آمدم جانم هیچی براسته که آدی یک گلدان از ما گلده جور کردیم تو میگی بسته روز خانه را گل پور کردی تو کدیز میگلدان چی کنیم دیگه بیکاریز دیگه در خانه که از وظیفه کام بوده مجبور هستی که ایره باید جور کنی خواه بوره چی میکنی که در بچه 200 روپیه کار شده خاطر چی؟ چیزی استادش گفته که از طرف معرفش گفته که اینا دو صد روپیه بیارین خوی دو صد روپیه را که بتی ما غریب بیچاره از کجا پیدا کنیم معارف خودش فکر نمیکنه که اولاد غریب از کجا میکنه روز دو صد روپیه هفته دو صد روپیه سه صد روپیه پیدا میکنه وی مردک تو بیشی خیلی جا کجا میری تو من میرم تو صبر کن تو ما مقدر پول نیم هر روز بی من میرم که دیگ سو دو صد روپیه جور کن دو صد روپیه جور کن سعید برو یارا اگر گابی تو باشم کنه عزیز خیلی زیاد در جان ما خورده بار بار شده برای ما گفتن که مرا 200 مرا 100 مرا 50 که در مکتب پیسه کار شده آه دیگه مادر اولاد این پرسانم نکردی که ایره خاطری چی نه برای مکتب خود طبعا ما هم خود درکش داریم که میشه برای مکتب هم قیم کنه بودجه نیست بیا پیسه چهار تا کاغذ پیسه دو تا عکس یک دوسیه را ما به عنوان یک همکاری ولی دیگه 200 300 ولاد بسیار زور نشه ولا از فکر کوم رختم سړی ورته په چورت کې پاتې کیږي که این دربدری بالاخره
چی چاره کنه آدم ایره؟ ایره چی کنه؟ یارا همون قسمی که شما گفتین، اما زندگی سخت شده. بیکار باشی، خرچ خانم در گردنت باشه، کرای خانم باشه، پیس مکتب مصارفش از هر طرف بیایه، نرخ مواد غذایی رو ببینید بازارها چقدر بلند رفته، نرخ مواد سوخت سایکو، آخ آدم بیخی از بس هر طرف بخوای فکر بکنه از هر طرف آخرش دیوانگی است، آخرش روانی میشه. خانو بالاخره چه چاره کو چه و کیز من خلق دا خوریکتی هم یا وقت سون زدن و خداوند دیگه یار یار ما شما باشه دیگه. یک چاره دارم چی چاره؟ چی قسم؟ اگر امتیان که مشکلات برتان پیش میه، اگر دسر دورایی میه، یا اگر سردرگم هستیم، من یک نصیحت دارم بهتون. اگر میشنم اگر دچار مشکل هستین، اگر سردرگم هستین، با این شخص تماس بگیرین. کدام شخص؟ حتما این شخص میگم بهتون حتما مشورای خوب میده. خب بسیار عالی. بله برنامه روانشناسی دکتر روانشناس در خدمت. سلام علیکم دکتر صاحب، بس شما بسیار خیر. ببینید که امتیاز برنامه شروع کردین، من یک مشکل داشتم براتون میگفتم دکتر صاحب. تشکر شما، تشکر تماست، در خدمت هستیم. دکتر صاحب می چشمه من رقم درد میکنه، یک رقم سرخ شده. امید نو ور از عوام از شما یم. شما یاو میرا؟ دکتر صاحب. سوزیش هم داره؟ یک رقم سوزیش خارج میکنه که هیچ پرسان نکنه که یک رایحان برام بگه بی خبت بازو بس ما خدا. چشمه خارج هم داره؟ یک رقم خارج میکنه که پرسان نکنه که. کوچه رو تبدیل کن. کوچه رو تبدیل کردیدین؟ دیگه خوشور میشی. موادش خوبیش نیده؟ از اون ساقی مواد نگی؟ به جان اون میده ندم کچی دیگه میگی؟ خوب میشی؟ برنامه هم بزیدی؟ دکتر مشاوره در خدمت داند؟ بفرمایین؟ در خدمت داشتیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستی جان تا جان؟ اندکتر خیرم یه؟ خوب هستی؟ من میخوایم از خانه بگریزو بخاطر باید از خانه بگریزو. از خانه بگریزی؟ از خانه میخوایم بگریزو. بخاطر چی؟ بخاطر جلب توجه پیش پدر مادره؟ بله بله. بخاطر که پیش پدر مادر شیرین شوی؟ بله بله بله. از بیننده ببینین چی اکثر آلایی میکنن؟ شما متوجه باشین ببینین؟ اکثر جوانا معتاد میشن، سیگریت میزنن. چه خاطر؟ بخاطر که میخوان جلب توجه کنن. من جوان شدم برای مدن بگیرین، برای من پیسه بتین. یکی زی اصلا میخوان که برای خود شخصیت سازی کنن، میخوان که جلب توجه کنی؟ بله. فرار نکن، سیکرت بدن. سیکرت بزنم، روزی دو نخ بزنم. خب بعد میکنین دیگه، دو نخ جد دو پاکت بزن، پیش روی پدر مادرت بزن که اونا بفهمن. تشکر تماسید دکتر روانشناس و مشاورندهی در خدمتتان. تماس بعدی را برخواه کنین. برخواه نشد. بله دکتر صاحب. بله میشنوه دکتر صاحب؟ میشنوه دکتر صاحب. من بخی زیاد عرق میکنم. عرق میکنی؟ خب من عرق میکنم. گرمی کنم. امی چیز کنی؟ تماس بعدی؟ سلام. کنم میشه؟ خیره صدا. الو؟ سلام دکتر سرخان هستی. سلام؟ خوب هستی؟ بخیر باشین. یک مشکل داشتم میخواستم. دو مشکل داشته باش. بگو در خدمت بسنم. دکتر مشاوره؟ الان دکتر سر قربان شم. یک رقم سردرد هست. یک رقم بیار خواب میان. جایی درد میکنه؟ سردرد میکنه؟ همه تو تکه تکه هستم که هیچ پرسانه که می بند بدنم درد میکنه. همون میگیرین؟ خب مالم دارده که او شکم دارده دیگه هیچ کنم گرده بینید. مجرد هستو. مجرد هستی؟ خوش عمر کنه که کنم گرده بینید. تشکر شما. بعدی وقت کنین در خدمت دانتون. دکتر صاحب سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی؟ آبا خدا من بسیار سردرد دارم، امیدوارمش گرفته نمیتونم، تنقص میره جانم و میلرده. جان درد میکنه؟ بری امیدوار تن گرفته نمیتونی؟ نه. بخی بیتا بسی؟ چیکن؟ هیچ کار نکو دیگه، به می منوال باشه، امشب تیر نمیکنی دیگه، بخیر میمونی رویت شد، بعدی رو رو خونه. دکتر روانشناس در خدمتتون. بله دکتر صاحب. جان؟ بله؟ دکتر سیم میشنوین؟ میشنوم. یک ذره بلندتر صحبت کنین. دکتر مشاوره عزیزای بیننده در خدمتتون هستیم با تماس گیرنده بعدی. متوجه سوالا باشین که میشه شما به مشکلات داشته باشین. دکتر سیم فلان حالی بود؟ خوب هستی؟ من پنج سال میشه آرزی کدوم هیچ مشکل ندارم. در زندگیم شویم برمه همه چیز میخره خانه مرم آزاد میمانه که می
سال میشه وارسی کردی؟ شوارتونو دوست داره؟ بسیار. خرچی مثل؟ بسیار. خانه پدری اجازه است آزاد؟ سخیری نمیکنه؟ اصلا. در وقت میه خانه در وقت کار میره؟ طلاق میگی؟ چرا؟ خانه دیدیم دیگه اون مرده که یکقدر بیادر سری وقت بره سری وقت میه اون مرده که یکقدر بیادر سری وقت میره و اکتور خدرون دوست داره اون مرد حتما کدام غلطی میکنه دل جمع باشه طلاق ده بگه که کدام خرابی داره مرد دیگه مردا داستانی ججه نمیده ده زنهایی حتما کدام فساد داره بعدی در خدمت هستیم بله دکتر صاحب بله سلام علی آها دکتر صاحب من 2 سال میشه که نامزد هستم خب برش پولم میتم چکرم میبرمش چی میتیم؟ پول برش دکتر صاحب خب بله پول میتم برش چکرم میبرمش چکرم میبرین؟ بله برش موترم خریدم شما برش خریدیم؟ بله از پول خودم خب چی مشکل برش خانم خریدم خانم خریدیم؟ بله اما فکر میکنم دوستم ندارم دوستم نداره این آدم؟ آها متفکر میکنم شما چند سال هستین؟ یک 27 باشین؟ 25؟ نه خیلی 27 هستین 27 هستین؟ بله حوال ما گفتیم 27؟ شما مخانه میخرین، موتر میخرین شما پاسپورت خارجی دارین؟ قبولی خارج دارین البته کاریتان جور؟ بله آقا بله آقا یک دفعه دیگه هم بگین؟ شما در خارج قبل چه دیگه هستین؟ بله آقا سید چی دارد؟ یکان مشاوره از تلفن نمیشه باید نزدیک مشاوره بدیم شما نمبر تلفن تانه در پردیسر برنامه بدیم ما با شما تماس میگیریم از نزدیک امشالله ما شما را حتما مشاوره میتونم از دایی بیننده یکان مشاوره باور کنیم اگر نیم از مشاوره میتونم مدود نمیشه یکان نزدیک مشاوره بدیم برنامه ما رو به ختم از دایی بیننده ما کار دارم طلاق بگیرین، طلاق بگیرین، طلاق بگیرین، طلاق بگیرین، نترسین، ما خودیم سه دفعه طلاق گرفتیم همیشه آب بخورین، با بلگه مولیچه هم خداحافظ پردیسر برنامه بله تماس آخری نگو پیش بس اینجا بدر، نمبرش قیل کسا رخ بگیرین رخ بگیرین بله دکتر صاحب هلو سلام واقعا که شخص عجیبی بود عجب عجب مشورهایی میداد ریختم تومره پزرپوری شخصیت بیر جالبه آلو من یک چیز دیگه برات میگم که از او زیادتر تعجب کنی خب بگو وقت برنامه تمام است او اینی میگه پک مار نگردی واش گب جالب داری واقعا که تعجب کردیم و اجزای بیننده ناگذیر با شما اجزان خداحافظی میکنیم بله. تا هفته دیگه و تا یک برنامه دیگه خدا حافظ این خط بله پیش اقایی بله بیدیم از اینجا یک چی میگیریم سیز دکتر روانشناس مهربانی بله دکتر صاحب یا بله آها دکتر صاحب من 2 سال میشه که نامزد هستم برش پول هم میتم چکرم میبرمش چی میتیم برش؟ پول پول؟ بله شما اشتباه کنید پول برش میتم بله پول میتیم خب؟ بله چکرم میبرمش برش موترم خریدم همین بایی دخانده کردیم این یک کمره بزنیم اونا تصویر نداره دیگه خیلی تغییرم نمیتونه دیگه اینجوری شده؟ اینه اون نماسکه کم پای حفیظ میگرده در موترک خود دست من که ای در رودر چلو یا پاکسه این چلو بگم چلو بگم چلو بگم هی پتانه ای ک***